دوستان سلام بر شما. بر اساس گزارش‌های دریافتی خیزش مردم کازرون تا اواخر شب گذشته جمعه 28 اردیبهشت ادامه داشت. برادر اسیرم آزاد باید گردن، برادر اسیرم آزاد باید گردن، برادر اسیرم آزاد باید گردن. این خیزش در اعتراض به تصمیم برای تقسیم شهر به دو قسمت بدون در نظر گرفتن نظر مخالف و مسالمت‌آمیز مردم صورت گرفت. با گسترش خیزش مردم کازرون و درگیری‌های خونین در این شهر، وزارت کشور رژیم اعلام کرد طرح تقسیمات کشوری در کازرون متوقف است. این قیام مورد حمایت برخی مقام‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی هم قرار گرفته. سخنگوی آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل گفت: سازمان ملل از گزارشات اعتراضات در کازرون مطلع است و ما می‌خواهیم مطمئن شویم که حقوق مردم برای تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط همه از جمله نیروهای امنیتی مورد احترام قرار گیرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم طی پیامی گفت: ما از مردم ایران که علیه یک حکومت سرکوبگر تظاهرات می‌کنند حمایت می‌کنیم. کشته شدن 3 نفر و اخلال در اینترنت ماهیت واقعی این رژیم را نشان می‌دهد. استف بلوک وزیر خارجه هلند درباره تظاهرات مردم کازرون گفت: از حق تظاهرات علیه هر دولتی حمایت می کند. مردم باید برای اعتراض آزاد باشند و نباید با آنها با خشونت رفتار شود. سناتور مارکو روبیو عضو ارشد سنای آمریکا از تظاهرات مردم کازرون حمایت کرد و گفت: مردم ایران برای اعتراض به رژیم تروریستی، فاسد و سرکوبگر ایران جانشان را کماکان به خطر می اندازد. من در حمایت از مردم ایران به وزیر خارجه پومپئو می پیوندم. رسانه‌های خبری جهان از جمله فاکس نیوز، دویچه وله آلمان، دیلی میل انگلستان، دیلی کالر و سی ان اس نیوز آمریکا و همینطور العربیه و اورینت و برخی دیگر از رسانه‌های عربی به تظاهرات کازرون انعکاس دادند.